ریحانه جباری به قرار اطلاعات که ما در اختیار داریم به شدت زیر فشار بوده، حتی زیر شتم و ضرب قرار گرفته برای اینکه اعتراف بکنه، برای اینکه بگوید که تجاوزی در کار نبوده است. ولی باز به قرار اطلاعاتی که ما داریم در این مورد او مقاومت کرده و زیر بار چنین مطلبی نرفته و به هر حال پذیرفته که اعدام بشه. در موقع اعدام مادر آقای مرتضی سربندی، همسر او و جلال سربندی در اتاق اعدام بودند. آقای جلال سربندی مادرش و مادر بزرگش از اتاق خارج میکنه، میخواد که برن و خودش هم فقط یک لگد میزنه به اون چارپایه و بدون اینکه پشت سر خودشو نگاه بکنه از اتاق اعدام خارج میشه. خانم ها، آقایان، جناب دکتر فرهنگ اولاکوی، خوش آمدید. متشکرم، مرسی. خب آقای دکتر، این یه قتل بود یا اعدام بود؟ کشتن بود. کشتن بود، حتما، مثلا توش تردید نکنید. چون شما در یه لحظه خاصی، در یه شرایط ویژه‌ای، همه ما میتونیم قرار بگیریم که حالا برخی از اوقات در جهت دفاع یا حمله موجب مرگ کسی بشیم و بنابراین اون اتفاق حتی اگر به عمد باشه، به قصد و نیت باشه، به هر حال ما در شرایط خاصی هستیم. حتی کسانی که میخوان یک کسی رو بکشند و براش برنامه میریزند و طرحی رو فراهم میکنن، در یه دورانی، در یک تاریکی و در یه راهرو و دالان خاصی از ذهن و زندگیشون قرار میگیرند و کاملا نیمه آگاه و نیمه هوشیار دست به چنین کاری رو میذارن. اما اینکه شما بعد از 7 سال، اون هم در خصوص یه پرونده‌ای جای گفتگو، چون من متاسفانه از جزئیات خبر ندارم، حتی از کلیاتم اونقدر خبر ندارم، و حتی فرض رو بر این میگیرم که اصلا ریحانه با طرح و برنامه و قرار، که البته پرسش اینجاست که چرا، ولی اون هم به کنار، به اینجا رسیده. بعد از 7 سال که یک کسی 70 بار یا شاید هم بیشتر تا پای رنج مردن رفته و نمرده، حالا کشتن او، اونم از جانب خانواده‌ای که داغدارند و عزیزشون رو از دست دادند، فقط حتما بر غم و درد و رنجشون، صرف نظر از اینکه دیگران راجبشون چه قضاوت و نظری دارن، اضافه خواهد کرد. و این فقط یک کشتنه، یعنی یک کشتنی است به نظر من با بیرحمی، اگر بخوام آنچه رو که مادر ریحانه گفت، بیشرمی. همین و همین، معنای دیگه ای نداره. شما آگاه و آزاد و با داشتن حق و اختیار، اگر چنینه، بخواید کسی رو نابود کنید، بکشید، نامش کشتنه، هیچ معنای دیگه ای نداره. اصلا اون بده، بده بد، شما یه خوب خوب چرا کاری این چنین بد میکنید؟ بگذارید بازم چون هستاری حالی که به خودتون گرفتید نکته رو عرض کنم. این که من شکایت کنم به خاطر کسی عزیز منو کشته و در مسیر دادرسیه عادلانه، منصفانه، شفاف، همراه با رعایت همه اصول قضایی و حقوقی و قانونی، کسی رو محکوم کنند و او رو ببرند، مجازات کنند یا اعدام کنند، یک مسئله است. اینکه آخر کار به من این حق و اجازه رو بدن که تو تصمیم بگیر این بمیره یا نمیره، اون هم به اون صورت که بر بالای دار به تب و تابی بیفته، خب اون قصه دیگریست، اون اصلا ماجرا موضوع دیگریست. به همین جد است که ای خاطر عزیزتون باشه، در گفتگوهای قبلی این نکته رو عرض کردم که ممکنه برخی از اوقات آدم فکر کنه یک کسی مستحق مجازات یا مجازات اعدام، که بنده راجع به هیچ موردش نیستم، ولی اینکه خودشون کارو بکنه قصه دیگریست. اون اصلا موضوعی که هیچ ارتباطی دیگه به جمعه. این نظام قضایی دکتر، این چجوری میشه؟
این میراث چیه که ما داریم امروز 2014 است؟ ببینید جناب فروزنده، البته شاید این گفتگوها حداقل اون چیزی که من میگم بیهوده و بی‌حاصله. ما سه تا نظام داریم. یکی نظام حقوقیه که حق رو و رایت رو مشخص میکنه به عنوان یه انسان. یکی نظام قانونیه که قراره بر اساس رعایت اون حق و عدالت در مسیر مجازات در صحنه قوانین جزا حرکت کنه. یکی مسئله رویه‌های قضایی است که رعایت یه اصولی درش باید حتما ملحوظ بشه و الا کل سیستم رو به هم می‌ریزه. مثال در یه جایی ماننده خیلی کشورهای دنیا از جمله فکر کنم ایران، شما ظرف 24 ساعت یا 48 ساعت باید فرد رو متهم کنی و الا نمیتونید نگهش دارید و در شرایط عادی و راحتی او رو قرار بدید، اجازه استفاده و مشورت با وکیلش رو بدید، حتی از او هیچ حرفی نگیرید که بعداً علیهش به کار بگیرید، که میدونید قانونی است که شما در اینجا حقتون اعلام کنید که شما میتونید سکوت کنید، هیچی نگید. و به همین دلیل است که خیلی از اوقات در امریکا و خیلی از کشور دنیا آدمی که آدم کشته یه جمله هم از دهنش در نمیاد، دلیلی هم نداره، چون یه اتفاقی افتاده و بر اساس اسناد و مدارک میشه ثابت کرد که جرمی واقع شده یا نه. اینکه شما یه کسی رو بگیرید و به خاطر نه مسائل حالا سیاسی و امنیتی، چون یه قصه دیگری میتونه باشه که البته هیچ وقت نیست، بیاید و یه کسی رو برای مدت‌ها و روزها در زندان انفرادی نگه دارید که همینقدر که چند روز بگذره خودش شکنجه‌گاهیه و بعداً با توجه به اون و اون شرایط این راه رو پیش برید. بعداً دادگاهی است که باید شفاف باشه، همه اطلاعات داده بشه، فرصت دفاع داده بشه، به هر حال بر اساس قواعد و قوانینی که فرض بر اینه در مسیر اجرای عدالت نه برقرار کردن نظم که اون خودش قصه دیگری هست عمل بکنه. بنابراین به نظر من هر سه سیستم حقوقی، قضایی و قانونی همه زیر سوال میرن و مسائل و مطالبی رو مطرح میکنن و این اون چیزیست که به هر حال برای من اهمیت داره که بهش نگاه کنم. و البته اهمیت اصلی و اساسی مردن یه آدمه که من انسان قرار نیست از کشتن هیچ موجودی، چه رسه به انسان، بخوام احساسی داشته باشم که بار کمی مثبت داره، بعد حالا اگرم تازه موافقش باشم خودم اونو انجام بدم. من موضوعم خانواده سربندی هن که به این موضوع چگونه نگاه میکنن. این که اگر چون گفته شده ما میبخشیدیم نشون در این است که قبول کردیم اون جرمی نکرده، از که تا حالا بخشش درباره بیگناه بوده؟ بخشش درباره گناهکار بوده؟ بخشش برای گناهکاره، و الا اینکه یه بیگناهی رو شما ببخشید که شما نه فوق العاده که اصلا کاری نکردید، اصلا قرار نبوده محکوم بشه، برای این بخشش مال گناهکاره. به علاوه من بیام بگم که چون اگر ما ببخشیم یه درصد بیمار ابله نادانی از نظر من، بعدن میگن پس اینها معلوم فرزندشون یا پدرشون گناهکار بوده، پس به خاطر بیم آدمی رو بکشیم. آیا من قراره به خاطر تصور و تخیل یه ده آدم که ای بسا درصد بسیار بسیار کمی هستن بعد بیام آدم به خاطرش بکشم؟ اینکه شما من بگید دوستیمو به هم میزنم، نمیخوام باهاش رابطه ای داشته باشم، باهاش شریک نمیشم، من میتونم بفهمم. ولی اینکه شما بیاد به من بفرمایید که نه، من به خاطر اینکه نمیخوام مردمی یه درصدی تصور کنن که آبرون میره، به خاطر اینکه ای ما ببخشیم پس پذیرفتیم که گناهکار نیست و مجرم نیست، پس او را میکشیم، کشتنه. به علاوه من فکر میکنم هر نگاه آماری نشون میداد که در سراسر جهان ایرانیان ببخشید و غیر ایرانیان، کاری به غیر ایرانیان در داخل و خارج، اکثریت درخواست، التماس، تقاضای بخشش کردن. یعنی چی؟ یعنی ما گناهکاری ریحانه رو میپذیریم، ببخشید، اونم بعد از 7 سال ببخشید. بنابراین اصلا گفتگو از نوع دیگری باید باشه. نکته مهمی رو اعلام فرمودید، ولی دکتر شما دیروز سخنرانی جالبی رو داشتید در دانشگاه UCLA در مورد گذر از سنت به مدرنیته. خب یکی از جنبه های این گذر
قاعدتا نظام قضایی است در یک کشوری، نظام حقوقی یک کشوری. ولی دکتر این نظام با این شکلش تو مملکت ما داره جا میفته و جا افتاده 36 ساله. اینو چجوری میشه ازش گذر کرد، ازش عبور کرد، ازش خلاص شد؟ مردم میرفتن، الان استقبالا کمتر شده ولی هنوز هست، میرفتن تخمه میخریدن، پسته میخریدن، مراسم اعدام تماشا کنن. حالا خوشبختانه اعدام در مرحله عام کم شده، خشونت رو کمتر به متن جامعه میبرن. این چجوری میشه دکتر؟ من نمیفهمم. البته اینکه چه باید کرد رو من برای خودم میتونم بفهمم یا برای فرد. ببینید جناب فروزنده، اولا ما در یه جامعه باید یه تفکیکی بین قدرت و محبت و عدالت و مجازات بکنیم. وقتی در برخی از جوامع این سوء تفاهم وجود داره که متاسفانه ماجرای قدرت رو با ماجرای عدالت رو به مجازات گره میزنن، اون موقع شما یه سفسطه و مغلطه و یه فریبکاری بزرگ کردید که بخواید بگید مفهوم و مسئله محبت مسئله است که میتونه باش مجازات باشه. روزی که عدالت رو مساوی مجازات میدونید من و شما مسئله داریم. اما وقتی یه جامعه به خشونت میگرایه و مردم با درد و رنج فیزیکی از کودکی تا بزرگسالی آشنا میشن و بعدا در ملای عام هم برخورد فیزیکی رو میبینند، بسیار عادی و طبیعی است که ماجرای مردن و کشتن براشون اون اهمیتی رو نداره که برخی از جوامع دارن. مطالعات نشون میده و گزارش‌های فراوانی آمده که برخی از اوقات وقتی بچه‌ها دیدن که چگونه حیوانات رو برای مصرف غذایی میکشن دیگه لب به گوش نزدن. ببخشید، یعنی اینا یه واقعیاتی است که میدونیم، ولی در یه جامعه‌ای که ماجرای مرگ و زندگی در هم تداخل میکنه و خود زندگی فقط زنده ماندنه و نه زندگی کردن، همه اینا ممکنه. ولی خوشبختانه به نظر میرسه که یه موجی در ایران از مدت‌ها قبل را افتاده به دو چیز: یکی به این مجازات‌های اعدام نمیروند یا اصلا نمیرن یا خیلی کم میرن، و دوم این که به هر حال اون گفتگو درباره درست و غلط بودنش به نوعی مطرح شده، در حالی که برخی تصور میکردن این به عنوان یه واقعیت، به عنوان یه مفهومی از انسانیت و ای بسا حتی محبت و عدالت یه جایی در زندگی آدم ها داره که حتما نداره. ولی اینکه یه مردمی به کجا رسیدن اون یه قصه دیگری است. و بعدم این گفتگویی که اشاره فرمودید که نظام حقوقی و قانونی و قضایی در دوران سنتی چه بوده و در دوران مدرن قراره چه باشه، خب اون یه بحثی است که میشه بهش اشارت کرد، مخصوصا وقتی که به اهمیت ماجرای این مدرن و مدرنیسم، چه مدرنیته و چه مدرنیسم، بتونیم به توجهش بدیم تا پس هم مدرن، برای که به هر حال یه گفتگویی در این باره ها میشه داشت، حالا هر جور که مورد نظر هست. آقای دکتر ببینید، ما در کشوری داریم زندگی میکنیم. اولا بهتون یه نکته بگم، ماجرای پرونده، چون من خودم جزو کسانی بودم که فکر میکردم در موارد محدودی مجازات اعدام، با هم در این مورد گفتگو هم داشتیم، میتونه مؤثر باشه برای فرض بفرمایید که قتل های زنجیره‌ای مرتکب میشن، سریال کیلرها و غیره و غیره. نمونه های دلیل متعددی هم وجود داشت که در جهت اثبات این نظر میشد روش استفاده بکنی. ولی ماجرای پرونده، من میتونم یه حرفی بزنم چون نمیتونم تحمل کنم که من جملم تموم کنم؟ نه، که من اصلا فکر نمی کنم کسی دلیلی برای اعدام داشته باشه. هر کسی که فکر میکنه میتونه ماجرای اعدام رو از نظر روانی، از نظر اجتماعی، از نظر اعداد توضیح بده، خوشحال میشم یه وقتی بگذارید روی خط عرض کنم تلویزیون شما با هم گفتگو کنیم. نیست، هیچ دلیلی برش نیست. 7-8 دلیلی که در طول تاریخ ارائه دادیم نه تنها با اسناد و مدارک علمی مطالعه شده، به عنوان انسان و در سراسر جهان جایی براش وجود نداره. و اینکه میفرمایید یه دی به دلایل اون رو میفهمن، میپذیرن، قبول دارن، متوجه هستن، ولی این دلایل
واقعی پسند نیست، واقعی علمی عقلی انسانی نیست، اخلاقی نیست. به هر حال پرونده ریحانی جباری من رو به خودش به شدت مشغول کرد و دیدم که نه، منم به نتیجه شما رسیدم. بنابراین اردوگاه هر نوع طرفداری از هر نوع اعدام رو باید رها کرد، چون ضایعی که به وجود میاره دیگه غیر قابل جبرانه و وضعیتی که در جامعه ایجاد میکنه. به هر حال برای من بسیار عبرت انگیز بود پرونده ریحانه جباری. ولی آقای دکتر ببینید، واقعیت جامعه ما این است که در جامعه گروه هایی هستن که دست به خشونت میزنن و این خشونت نه تنها در سیستم حاکم نهادینه شده، دست میبرن، پا میبرن، چشم کور میکنن، دار میزنن، بلکه در جامعه عوامل مستقیم یا غیر مستقیم اینها از طریق اسید پاشی و هزاران مانع، هزاران مشکلی که برای مردم ایجاد میکنند، مانع از زندگی طبیعی مردم کشور ما میشن. خب در این مورد باید چیکار کرد؟ ما دائما باید قربانی بدیم، یا من نمیخوام بگم خشونت رو با خشونت جواب بدیم، بلکه وظیفه ما این است که جامعه رو تجهیز کنیم یا بخوایم برای دفاع از خودشون آماده باشن. نباید این کار بکنیم. من اونو نمیدونم، چون اون بحث که یک هدف، دو استراتژی، سه تاکتیکه، اون یه قصه دیگری است. ولی چیزی که میتونم بفهمم این است که ما چاره جز بالا بردن سطح آگاهی و دانایی داریم. امیدوارم جسارت منو به گونه ای که عرض کردم شما و بقیه بینندگان خوب عزیز ببخشن. ما باید حرفی که میزنیم تو دنیای امروز واقعی، علمی، عقلی باشه. ماجرای اخلاقی انسانیش رو میشه بعدن راجع بهش صحبت کرد، ولی اون سطح دانش و آگاهی ما رو باید به اونجا برسونه که بدونیم همونطور که کتک زدن یه بچه همیشه غلطه، همینقدر که کتک زدن زن و شوهر یا کتک کاریشون همیشه غلطه، کشتن یه آدم هم همیشه غلطه. همین و همین، این موضوع اصلی ماست. و تا زمانی که ما این رو با آگاهی و دانایی متوجه نشیم، نفهمیم، نپذیریم، تفاوتی اونقدر نمی کنه. ما میتونیم قواعدی بسازیم، استثناءاتی بپا کنیم، یه حرفایی برای خودمون سر هم کنیم و بزنیم همونطوری که عرض کردم دربارش گفته شده. به همجاست که روزی که هستالی برای بیان یه مطلبی دلیلی میارید که درست نیست، میشه با تون بحث کرد. ولی روزی که میگید این باور من، عقیده من، نظر منه، من که پایان گفتگومه با شما. به همین جاست که عرض کردم دوستانی که فکر میکنن میتونن اون رو استدلال کنن، اثبات کنن، خوشحال میشم ببینم ما برای اعدام کجا قرار گرفتیم. بعدم یه نکته آخر رو عرض کنم. ببینید جام فروزنده، روزی که شما در یه نظام اجتماعی کار میکنید که به دلایل مشخصات اون نظام جایی حتی برای به نوعی شما دادگاه ندارید، دفاع ندارید و زندان ندارید، همه مجازات ها در دو جهت حرکت میکنه، یا مجازات مالی و نقدیه به مفهوم عامش، یا مجازات فیزیکی. و بنابراین در این جامعه موضوع هیچ چیزی نیست، نه تربیت و نه تنبه و نه هیچ چیز دیگه. موضوع اینه که یه کسی به یه کسی خسارتی وارد کرده مادی، باید اون خسارت رو جبران کنه یا جریمه هاشو بده، یا دو یه خسارتی فیزیکی باید در مقابلش رفتار فیزیکی بکنه. این به خاطر نبودن اون امکانات و اون شرایط خاصه، هیچ ارتباطی به دنیای امروز نداره. یعنی شما درست مثل است که یه کسی بخواد بره تو کتاب های 500 سال قبل، 1000 سال قبل ببینه درباره قواعد و قوانین راهنمای رانندگی چی گفتن، درباره انتخاب کانال های تلویزیونی چی گفتن، در مورد مصرف تلفن یا اینترنت چه گفتن. آیا کسی حتی یک لغت در ارتباط با این موضوع پیدا میکنه؟ هرگز، برای که نبودن. موضوع مسئله انسان و برخورد فیزیکی با انسان در مقام مقایسه با دنیای امروز اصلا یه موضوع دیگری است. و ما هنوز وقتی گیر گذشته ایم، خب بسیار روشنه که اون نگاه رو داریم. روزی که کسی مثل فرض کنیم من باشه که ابداً باوری به تنبیه فیزیکی ندارم، حتی باوری به تنبیه در شرایط پرورش و تعلیم تربیت خانواده ندارم، موضوع بسیار بسیار متفاوته تا اینکه بخوایم با استثناءاتی به موضوع به گونه‌ای نگاه کنیم. اونم موضوعی که امروز
به راحتی میتونیم نشون بدیم نه مسئله کرامت انسانی و اخلاق انسانی، بلکه موضوع رسیدن به هدف و نتیجه اگر مورد نظر از اون راه هدف و نتیجه ما حاصل نمیشه. بنابراین انتخاب هدف اون غلطه، راهمون هم همچنان غلطه. یعنی من شما فکر کنیم که مهمانی در سان دیگو، در حالی که مهمانی و کنفرانس در سان فرانسیسکو، اینجا جنوبه و اینجا شماله. بعد با وجودی که فکر بکنیم مهمانی در سان دیگو هست، اصلا بریم به سمت فرض کنید سان فرانسیسکو اصلا بریم به سمت شرق، بنابراین سر از یه جای دیگه در بیاریم، خب اینجاست که دیگه شما جایی برای بحث و گفتگو نخواهید داشت و موضوع ادام داستانش اینه. بینندگان عزیز، من فکر نمی‌کردم مجبور باشیم ما تلفن‌ها رو امشب بگیریم، ولی خب مسئله اعدام ریحان جباری فقط مسئله من و آقای دکتر هلاکویی نیست. تعداد زیادی از شما تلفن می‌زنید روی تلفن دستی من و تکس، و خواهش می‌کنم اتاق فرمان تلفن رو روی میز بگذارن تا ما بتونیم با شما بینندگان عزیز صحبت بکنیم و بتوانیم پیام‌های شما رو مستقیما داشته باشیم، و اگر نظری دارید با جناب دکتر فرهنگ هلاکویی اون رو مطرح بفرمایید. از اتاق فرمان خواهش می‌کنم که محبت کنن و تلفن رو به ما لطف کنن داشته باشیم. دکتر، درسی که اعدام ریحانه به ما میده چیه؟ واقعا ما چه پندی باید بگیریم، چه کاری باید بکنیم که وارد یه مرحله فاز تازه بخوایم بشیم؟ به نظر من پرونده ریحانه جباری پرونده بسیار مهمی بود، اتفاق مهمی افتاد، این فراتر از یک اعدام بود. شاید نمیدونم، ولی مهم اینه که اولین درسش اینه که ما هنوز خیلی کم داریم، خیلی گرفتاریم، خیلی نادانیم، خیلی خودخواهیم، خیلی بیماریم. یعنی اون چیزی که میشه به راحتی راجبش صحبت کرد در حقیقت همه ایناست. یعنی موضوع اصلی و اساسی نادانی ماست، خودخواهی ماست و بیماری ماست. اون رو میشه دید. پس بنابراین باید برای نادانی کاری کرد، برای خودخواهی راهی پیدا کرد، و بالاخره برای ماجرای بیماریمون هم دست به کاری بزنیم و معالجه ای رو انجام بدیم. اگر غیر از این باشه همیشه گیریم و گرفتار. اجازه فرمایید. حتما هر جور شما دلتون میخواد. من اصلا دلم نمیخواستیم بحثو داشته باشیم. وقتی با شما روز شنبه زنگ زدم که آقای دکتر در این مورد صحبت کنیم، شما گفتید اصلا من حال صحبت نه نداشتم. من جناب فروزنده جمعه در رادیو همراه که برنامه نه 9 تا 11 4 تا 6 من مصادف شد، ساعت 6 مصادف میشد با 4 و نیم صبح ایران، و من تو استودیو موندم. همکاران غیر از دو نفر کارمندای فنی اونجا تشریف داشتن، بقیه رفتن و من منتظر بودم و در ارتباط برای اینکه ببینم چه خبره. و ساعت 8:45 دقیقه با وجود که با استادی هم یکی دو دفعه صحبت کردم، همینقدر که مطمئن شدم که دیگه جایی برای تردید نبود و میتونستم با توجه به اطلاعاتی که بود بگم این اعدام اتفاق افتاد. از ساعت 8:45 دقیقه تا 11 من در استودیو بودم، فقط به در و دیوار نگاه میکردم. یعنی اینقدر بد بود. و دیروز که یعنی شنبه و بعدن دیروز که یک شنبه که اشاره فرمودید سمینار من در کنفرانس من در دانشگاه بود، همه دوستان گفتن برای اولین بار یک کنفرانسی داشتی که درش هیچ خنده و شادی نبود. نمیتونستم، نه اینکه موضوع نبود، نه اینکه دیگران انتظار نداشتن، و هنوزم امروز همین گونه بودم. امروزم رو خط ساعت 9 تا 11 رادیو همراه دوستانی تشورن، دو نفر اول که برنامه حالت عادی خودش از دست داد، امروز بعد از ظهرم عزیز دیگری ساعت 4 تاش در رادیو همراه بانوی ارجمندی از اصفهان سخنی داشتن، و عزیز دیگری که احتمالاً در امریکا بودن به نوع دیگری در اونجا. نه من هیچ، حالم خوب نبوده، پشت درد و کتف درد خیلی بدی هم داشتم، یه مقدار با قرصم هم مکنون خدمتون رسیدم، حالم هم خوب نیست. برای اینکه من همونطور که یه کمی مجسم کردم که یه آدمی که عزیز منه یا خود من بعد از 7 سال قراره به خاطر یه کاری که اصلا قبول میکنه اصلا جرم و گناه بود، قراره به دست خانواده‌ای که عزیزشون رو از دست دادن برای من تصمیم بگیرن تا آخرین لحظه که مردنی میانه. در امریکا هم مجازات اعدام هست،
ولی یکی کمیت کیفیتش، دوم اصلا با هیچ کسی همچین برخوردی رو حتی یک روز یک ساعت نمی کنن که با این خانواده و این دختر تا این 7-8 سال کرد. خبرهای نسبتا دقیقی که من در اختیار دارم این است که ایشون از لحظه‌ای که میبرن به زندان رجای شهر اولاً زود میبرنش تا قبل از اینکه تناب دار رو به گردنش بندازن ایشون زیر شتم و ضربن بوده، برای اینکه بنویسه که تجاوزی در کار نبوده، ولی خب تن در نداده. و جالبه ماموران امنیتی جوری این مراسم دفن رو انجام دادند که پدر ریحانه هنوز به گورستان نرسیده بوده، یعنی بلا فاصله میبرن به گورستان و دفنش میکنن. خیلی فضای امنیتی در این اعدام قوی بوده، با اینکه کسی که اعدام شده اصلا شخصیت سیاسی نبوده، شخصیت امنیتی نبود. اجازه فرمایید که خطا رو بگیرم. بفرمایید، خواهش میکنم. آقا سلام، حال شما خوبه؟ مرسی آقا، بفرمایید. ببخشید من یه سوالی از جناب آقای فرنگی حالا گوشم که ایشون مخالف اعدام هستن. ببخشید چرا من پخش میشه؟ بله داره پخش میشه. بله ببینید، تو ایران یه آقای بود که اون 11 تا بچه رو کشته بود، که 3 تا 4 تا از بچه ها رو با سنگ کشته بود، 2 تاشون رو خفه کرده بود. من سوالم به آقای لخویی وقتی یه همچین آدم یه دستگیر میکنن با این آدم باید چی کار کنن؟ این یه سوالمه. بعد سوال دوم اینه که اگه یه نفر مثلا خدای نکرده یکی از افراد درجه یه که آقای لخویی رو بکشه، نظر آقای لخویی راجع به اون شرط چیه؟ من ممنون. یکی از پسرها شما چاقو بزنه بکشه. ببخشید خوب عزیز، باورم کنید، نه اینکه فکر کنید شعاره، نیست. من برای رهایی خودم از غم فرزندم هر کاری بتونم بکنم میکنم، که اگر قانون به دنبال اوست که اینگونه که شما فرمودید ناچار باید باشه، کمترین مجازات و آزار رو داشته باشه اونو، و بعدم یه ذره بیشتر نگران عزیزان و اطرافیان هستم، مادرش، پسرش، دخترش، خواهرش، برادرش، اونا چه گناهی؟ این شماره یک. اما بریم سراغ شماره مطلب اولی که اشاره فرمودید. من کاملا موردی که اشاره فرمودید رو میدونم، ولی شما با آگاهی و دانایی که دارید به من بگید، شما با یه آدم سالم روبرو هستید، با یه آدمی که توانایی تشخیص خوب و بد داره، با یه آدمی روبرو هستید که اداره و کنترل خودشو داره، موضوعی که اشاره فرمودید، که حالا بشه بر این اساس گفت که خب ما تو رو میکشیم، و بعدم اشاره فرمودید چه میکنیم؟ هیچی، میبریمش زندان، نگهش میداریم و ازش مواظبت و مراقبت میکنیم. و فکر کنم در دفعات قبل در امریکا رو عرض میکنم، نه جای دیگه، از نظر مطالعات دقیق به دلیل اینکه نمیخوان خلافی در این زمینه بکنند، هزینه نگهداری یک زندانی محکوم به مرگ 3 برابر متوسط هزینه است که برای زندانی با اون سن و شرایطی که از حبس ابد هست. بنابراین تنها مسئلهش مادیه. به علاوه شما میدونید همه کشورها از جمله در امریکا اگر بشه ثابت کرد که در لحظه جرم فرد توانایی تشخیص خوب و بد نداشته، یعنی در اون لحظه حالت سایکاتیک، روان پریشی کامل داشته، هرگز در امریکا او رو به زندان نمیفرستند، بلکه به مراکز روانی مراجعه می‌کنند که بهبود بده. حتی کسی که فرض کنید به پرزیدنت ریگان سوء قصد کرد، یعنی او وارد یه مسیری شد که چون معلوم شد بیماره. مثالی که شما فرمودید مثال یه چه، اما اگر شما فکر کنید یه آدمی برسه به اونجا که به گونه‌ای که استالی فرمودید برسه، من پرسشم این است که شما با کشتن این آدم چه می‌کنید؟ و چه فایده داره یه آدمی که این چنین از درون مرده؟ من همه رو به دیدن فیلم قاتلین کیلرز از ارنست همینگوی دعوت میکنم، که دو قاتل حرفه‌ای پول گرفتن برن یه معلمی رو بکشن، وقتی رفتن دیدن معلم نابیناست و کشتنش، ولی چون هیچ مقاومتی نکرد اینا گفتن چطور ممکنه ما بخوایم یه کسی رو بکشیم اما مقاومتی برای
زنده بودن خودش نکنه یا کاری نکنه. گفتم باید یه داستانی داشت باشه که قبلا یه جوری مرده باشه این دوتا آدم، و راه افتادن که ببینن از کجا سر در میاره. اتفاقا جالب اینه که در اونجا آقای ریگن هم یه نقش در جسه و اتفاقا منفور و بد رو که به هر حال به اینا بیشتر میاد اونجا ایفا میکنه. علتی که دارم خدمتتون عرض میکنم این است که این موضوع ها نباید مسائل من و شما باشه، موارد استثنایی فراوون گرفتاری است. حالا شما یه بیمار روانی رو اینگونه فرمودید. من در کارم با پدران و مادرانی روبرو شدم، رو خط رادیو تلویزیون بارها دیدم که اونا بچه ها رو نابود کردن. حتی همین قاتلی که شما فرمودید اگر مثلا معلوم شد که در کودکیش چند نفر بهش تجاوز کردن، اگر معلوم شد که این آدم به دلایل ارثی اصلا کاملا به هم ریخته است، اگر معلوم شد که حوادث و اتفاقات بد زندگی او رو از کار انداخته، هنوز شما اون رو به عنوان آدم بد میبینید که مستحق مجازاته؟ ابراهیم خواجه‌نوری در مقدمه کتاب روانکاوی که به هر حال انقلابی در نگاه ما به مسائل کرد، اولین حرفی که میزنه جمله‌اش تا حدودی بعد از 40 سال شاید هم بیشتر یادمه، که میگه امروز مشخص شده که آدم بد وجود نداره، فقط آدم نادان و بیمار وجود داره. و بنابراین شما با نادان و بیمار و خواب و مست روبرو هستید، و حالا اگر میخواید با نادان و بیمار و خواب و مست تصمیم به کشتنش رو بگیرید، من شمای عاقل خوب سالم مهربون انسان فهمیده فکر نمی کنم خیلی انتخاب درستی باشه. ولی همچنان و بعدم بازم تاکید میکنم، باورم کنید، چون من تو زندگیم صدها بار اتفاق افتاده، نه وقتی که معذرت خواستند و تقاضای بخشش کردند، برای که تو زندگی این رو میدونم فقط و فقط یک جاده و فقط یک راه ما رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره، اونم جاده بخششه، برای که ما با اون نجات پیدا میکنیم. متاسفم که اینو عرض کنم، بسیارم متاسفم. فکرم نکنید از سر خشم و قهر، نه، فقط چون فرمودی درس میکنم. به هیچ وجه هیچ کدام از اعضای خانواده جناب سربندی و یا اون کسانی که در این ماجرا در مسیر کشتن ریحانه اونها رو تشویق کردن، تایید کردن، ترغیب کردن، هیچ کدام حال بهتری پیدا نکرده و هرگز نخواهند کرد. و مطمئن باشید اون رو تا آخر عمر میبرن. کشتن یه آدم، من و شما حتی به خطا پشت فرمون ممکنه موجب تصادف بشیم و یه کسی بمیره، ولی این خیلی بسیار متفاوت است با اینکه ما بدونیم به ما بگن هفته دیگه، ماه دیگه، دو ماه دیگه پاشید بیایید تصمیم بگیرید کسی بمیره یا نه، و ما را بیفتیم بگیم این باید بمیره. چرا؟ برای که عزیز ما 7 سال قبل کشته شده. میفهمم شما رو، بقیه دوستان رو هم میفهمم، کمی کارمه، ولی من اصلا دنیا رو اینجوری نمیبینم و فکرم نمی کنم روزی که بخوایم با خون خون رو بشوییم ما به یک طهارتی و به یه پاکی میرسیم. تنها راه شستن خون با آبه و همین. بفرمایید، خواهش میکنم. عجب من خیلی وقت رو خطم منتظرم، شما من رو هولد گذاشتید. بله بفرمایید، شما رو خطید. من با آقای فروزنده خواستم صحبت کنم. آقا من فروزنده هستم، امرتون رو بفرمایید. آقای فروزنده عزیز سلام، احوال شما تسلیت میگم به شما و آقای دکتر هلاکویی و همه مردم ایران. واقعا یک سوز جانگدازی بوده. همینجور الان خصوص به خانواده پدر مادر ریحانه عزیز سلطیت میگم، انشاءالله خداوند صحب بده. یه جمله بخوام بگم که ای وای از دست بشر، زین جیرخار خیر سر، فریاد از این موجود شر، این غول بی شرم و حیا. موفق باشید، وقت شما بخیر، با همه مردم ایران و خانواده ریحانه هم درد هستید. موفق باشید. بفرمایید، خواهش میکنم. هلو، بفرمایید خانم. آقای فروزنده. بله خانم، امرتون رو بفرمایید. بله، من واقعا تسلیت میگم به شما، به آقای دکتر لاکویی، به خودمون و به خانم پاکروان. واقعا خیلی خیلی همه رو داغ کردیم. فقط دو چیز خانم پاکروان من تو یکی از مصاحبه‌هاشون شنیدم که اولا گفتن که این بچه من تب داشته.
و واقعا این آدم کسی که تب داره آیا واقعا اینو باید اعدامش کرد، حالا بر فرض که واقعا این کارشون هم بخوان بکنن. و در ثانی یکی اینکه واقعا مریض و برای اینکه جانشو نجات بدن با هلیکوپتر میبرن، ولی آیا واقعا آدمی رو که داری میبرین که واقعا جونشو بگیرین با هلیکوپتر میبرین؟ واقعا این دوتا حقیقتا سوالیه که اصلا بیشتر، یعنی واقعا مرگ ریحانه آنچنان رو همه ما اثر گذاشته و این دو چیز که میشنوم اصلا نمیدونم واقعا چی فکر کنم. سپاسگزارم خانم، مرسی. نظر شما گفت. من فقط یه جمله عرض کنم. من وقتی که گفته شد، البته ممکنه قواعد و قوانینی در خیلی از جاها باشه که اگر کسی تب داره فرقی نمی کنه در اجرای مجازات اعدام، ولی من متاسفانه حال بدی پیدا کردم با این لغت، یعنی دیدم این تب است و لغت دومی که ما در فارسی داریم تاب است و بر بالای اون تناب، اون هم به گونه ای که زنان رو اعدام می کنند، در تب و تابند، در تب و تابند. من نمیدونم چگونه میشه این رو دید، تصور کرد. من الانم چون فرمودید فقط خواستم بگم بله، ریحانه بالای در بالای تناب یا با تناب دار، در تب و تار، در تب و تاب، هر دو بود. متشکرم. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما آقای دکتر هلاکویی، درود بر شما آقای فروتنده. من فقط خواستم در تایید و گفتای دکتر بگم سخنی از فردوسی میگه، اونم میگه اگر مرگ داده است بیداد چیست. فقط همینو میخوام بگم، فقط اهریمن نمیفهمه این معنی را که اگر مرگ داده است بیداد چیست. بنابراین مسئله اعدام و کشتن انسان ها همون چیزی است که فردوسی 1200 سال پیش از قول فریدون واقعا جوابش داده. متشکرم، مرسی. یعنی مرگ ظلمه و فقط ظلمه، هیچ توجیهی هم نداره، بیداده، مرگ با شماست. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما آقای فرزنده، درود بر شما دکتر هلاکویی. من هم تسلیت میخواستم بگم به خانواده ریحانه و واقعا خبر وحشتناکی بود که شنیدم. ولی دکتر از شما یه سوالی داشتم. در این دو روزه زیر این پست هایی که در مورد این اتفاق افتاده، متاسفانه من میبینم که مخصوصا از داخل ایران آقایون خیلی دفاع میکنن از این کار و میگن بله و این ریپ نبوده و این قصاص و باید انجام بشه. شما فکر کنین این یه چیز فرهنگیه یا این آثار جمهوری اسلامی 30 خورده سال در این ایرانیه که و کم نیست؟ دکتر هلاکویی تو فیسبوک شما اگه فالو کنید میبینید متاسفانه این برخورد رو شما خیلی میبینید از هموطنانی که مخصوصا از ایران کامنت میذارن و مخصوصا آقایون. و این واقعا منو به فکر انداخت که آیا این یه چیز فرهنگی ماست یا یه چیزی که اثر این انقلاب بوده که تو ما اومده. اگه لطف کنید یه ذره نظرتون بدید ممنون میشم. من البته میدونید تجزیه و تحلیلای از این قبیل مشکل. اولا من و شما باید بدونیم حتما یه درصدی هستن که ممکنه چنین چیزی رو تایید کنن، بنابراین مطلبتون درست، ولی ای بسا یه درصدی هم درصدی هستن که از طریق سیستما و سازمان ها چنین میکنن و بنابراین میخوان یه پیام دیگری هم بفرستن که همه چیز یک دست و یک نواخت نباشه. اما بریم سراغ آنچه که اشاره فرمودید. ببینید من یه پرسش دارم و امیدوارم آقایون و خانوما هر رو تا بهش جواب بدن. اگر این اتفاق به صورت عکس افتاده بود، یعنی یه مردی یه زنی رو کشته بود، آیا احتمالاً ماجرای اعدام اتفاق می افتاد؟ بنابراین موضوع بیش از همونجا پیداست که ماجرای کشته شدن یا مردن یک انسان نیست، کشته شدن یه مرد به دست یه زن و اینجا مسئله است. یعنی معلومه همینجا که ارزش یک زن، اهمیت زن، زندگی زن کمتر از یه مرده و مرگش بی اهمیت تر. اشکال کار اینجاست. بلا اگر قرار بود حتی این قواعد و قوانین رو یکسان برای زن و مرد به کار می بردن،
حداقل من و شما خاطرمون آسوده بود که چنین. اما بریم سراغ ماجرای فرهنگی. ببینید، ما اولا با مسئله خشونت و تنبیه و مجازات بد جوری گره خوردیم، یعنی بعدم حتی یه دمون که دیدیم این ماجرای مجازات یه ذره بده، در خانواده آمدیم اسمش گذاشتیم دیسپلین، و بعد یادم بچه‌مون رو زدیم گفتیم دیسپلینشون میکنیم. بعد یه باز ما حمله کردن که این دیسپلین درست نیست، گفتیم نه، ما به پیامد و نتیجه چون کانسکونس رو باید بچه یه حق بازیه دیگه، همه اینا یعنی تنبیه. در بحث تشویق و تنبیه و تقویت هم میدونیم مغز چگونه عمل میکنه، وارد اون بحث نمیخوام بشم. بنابراین اولا ما یه جامعه هستیم که همچنان نه تنها قدرت رو، عدالت رو در تنبیه میبینه، محبت رو در تنبیه میبینه. من پدر مهربان قرار فرزندم رو بزنم که او رو به راه راست بیاورم، اشکال کار اونجاست. بعدش بریم سراغ مردان که مانند زنان، بسیاری از مردان طرفدار مرد نیستن، دشمن زنن، و بسیاری از زنان طرفدار زنان نیستن، دشمن مردان. ما این رو از نظر علمی میدونیم، به همین جاست که نباید فریب اونها رو بخوریم. اما موضوعی که در اینجا وجود داره، معلوم مردانی هستن که به خاطر همه احتیاجات و انتظاراتشون و یا حوادث و اتفاقات زندگی که براشون به صورت خاطره در اومده، بسیار طبیعی و روشنه که اصولاً با جنس زن میتونن مسئله داشته باشن، همطور که بسیاری از زنان با جنس مرد مسئله دارن. اصلا این جمله که مرد دیگه و یا مردا سر و ته یک کرباسن دیگه، اینا نشون دهنده چه؟ نشون دهنده یه تعمیم و یه نگاهی کلیشه‌ای است که اصولاً زنان به مردا میتونن داشته باشن. این که مطلبی که میفرمایید احتمالاً درسته که این گفتگو از جانب مردان بیشتر میاد تا زنان، ولی من خیلی فکر نمی کنم آدمایی که با شبکه اینترنت در ارتباطند و اخبار مختلف و متفاوت میشنوند و ناچار از یه وسعت نظری برخوردارن، حالا عمق را نمیدونم، معمولا تعدادشون کمه. ولی من و شما باید بپذیریم که اصلا این بحث و گفتمان به این دلیل وجود داره که متفاوت حس میکنیم، احساس میکنیم، فکر میکنیم و بیان میکنیم، و ما در این گونه موارد برخی از وقت به اکثریت احتیاج داریم وقتی به چارچوب رعایت اصول دموکراسی میرسه، و برخی از اوقات به آگاهی که بتونیم اون اکثریت رو به این سمت و سو بکشونیم. و به نظر من طور که جان فروزنده هم اشاره کردن، ماجرای زندگی و مرگ و اعدام ریحانه موضوع یکی از همه کشتگان نبود و یکی در ایران یا بقیه جهان نیست. موضوع وارد خانه ها شد، وارد ذهن ها شد، وارد زندگی ها شد، در گفتگو ازش سخن گفتن، و با وجودی که هیچ وقت هرگز هرگز همه این گفتگو ارزش جان آدم رو نداره، ولی حداقل از دست رفتن جان او زمینه به جهت یک گفتگویی رو فراهم کرد و بحثی رو باز کرد که امید من این است علمی، عقلی، واقعی و سپس اخلاقی، انسانی و روحانی و مذهبی و اعتقادی بهش نگاه کنیم. اون زمانی که کشتن یک نفر کشتن همه گفته شده. بفهمید، خواهش میکنم. درود بر شما جناب فرزنده. بفرمایید، خواهش میکنم. جناب دکتر هلاکویی، من اولا سریع پیشنهاد میکنم که اگه ممکنه تلفن ها رو 5 تا 5 تا بگیرید که ممکنه 5 تا سوال مشابه باشه. اینه که آقای دکتر هلاکویی اون موقع مجبورن که 5 بار توضیح بدم، ولی در ارزیابی 5 تا تلفن ممکنه به کمک کنه که شنونده های بیشتری بیان و آقای هلاکویی هم یه توضیح بده برای همه، ممکنه مشابه باشه اینطوری. بعد نکته که خودم میخواستم بگم خیلی مستنده، امروز دستشون درد نکنه واقعا آقای سعید قائم مقامی در برنامه رادیو صدای مردم لطف کردن، خود خانم شعله پاکروان رو برای آخرین بار امروز آوردن روی خط، این ساعتشون توضیح میداد صحنه قتل، و یکی از قبل ایشون هم یکی از دوستای نزدیک مامان ریحانه، ایشون هم نیم ساعت 45 دقیقه سوالات مختلف رو توضیح میداد. به جرئت میتونم بگم اگر ما به اصطلاح رئیس کل FBI هم به لحاظ جرم شناسی میخواست به سوالات مختلف یه خبرنگار خبره پاسخ بده، بهتر از مامان ریحانه پاسخ نمیداد، و ایشون تازه با توضیحات هم که میده
من که شخصا میدونستم 100% بیگناهه. مامانش میگه من 10,000 بار معتقدم که دخترم بیگناهه و توضیحاتی هم که میده جام دکتر واقعا جای هیچ شک و شبهه نمیمونه. و تازه نتیجه‌ای که گرفته میشه در ارزیابی هایشون، اولا ایشون میگه من این پرونده رو میارم دادگاه بین‌المللی چون 10 بار ریحانه از زندان تلفن میزده و اصرار داشته که صحنه هایی که تعریف میکنه مامان ایشون ضبط کنه و میگه اینا رو دارم. نتیجه هم که میگیره اینه که این آقای شیخی با آقای سربندی هر دوتاشون حتی به عنوان استخدام منشی آگهی میدادن و بعضی دخترها رو قبلا تو دام انداخته بودن. ریحانه هم به این شکل میخواستن چیز بکنن و اصلا قرار قبلی با هم داشتن که آقای سربندی ریحانه رو ببره تو خونه و اگه خدای نکرده بود نیت شومش رسید، آقای شیخی هم که همکار سربندی بوده با کلید در باز کنه بیا تو و بگه خیلی خوب حالا اگه شما راضی شدی که با ایشون مثلا هم بستر بشی منم نفر دومم. و چه حکومت جمهوری اسلامی، چه شیخی که ناپدید شده و ریحانه معتقد بوده که از نزدیکترین دوستا و همکارای سربندی، چه خانواده اطلاعاتی سربندی، باور کنید 7 سال تموم بیشترین یعنی تنها خواستنشون این بوده که این دختر زیر فشار اعتراف کنه که من یه اعتراف تصوری بکنه که من یه همکار دیگه هم داشتم، یعنی یه قاتل دیگه هم بوده که شریک بوده و ما با هماهنگی وارد این خونه شدیم و قصد قتل داشتیم، در صورتی که هیچ کدوم اینا نبوده و شیخی هم توسط وزارت اطلاعات فعلا چیز شده ناپدید شده از پرونده، خانواده میدونن، خانواده سربندی و همه اینا یه فاجعه است که جمهوری اسلامی تازه ما میبینیم با چه سوپر شیطانای طرفیم که برای اینکه رد پای مامور اطلاعاتی را پاک کنن به لحاظ جرم میان 7 سال تموم این دختر را، واقعا به نظر من با توجه به صحبتایی که صداش تحلیلش که مامانش انجام میده باور کنید ریحانه یکی از شاید با شجاعترین دخترهای ایران بوده به دام این افتاده. سپاسگزارم از توضیحتون. اظهار وجود میکنه و تحلیل و ارزیابی میکنه. من خواهشم از شما اینه که برنامه بازپخش آقای سعید قائم مقامی امشب گوش کنید و شما با توجه به اینکه دکتر روانشناس حاضر هستین مطمئنم قانع میشید که ریحانه 1,000,000 بار بیگناه بوده و این شرم‌آورترین سناریویی بوده که جمهوری اسلامی در فشار روی یکی از شجاع‌ترین و فهمیده‌ترین و استوارترین دخترهای ایرانی پیاده کرد. و بعد جان دکتر نظرت؟ من حقیقت همطور که عرض کردم خدمتتون متاسفانه واقعا در جریان چگونگی مسئله نبودم، ولی نکته‌ای که اشاره فرمودن فوق‌العاده مهمه. یعنی انسان باید یه سناریو رو بشنوه. من الان همین امروز به یکی از دوستان که تو این کار به هر حال خبره هست بهشون زنگ زدم گفتم میشه هرچی اطلاعات هست بگیری، فقط برای من یه کنجکاوی به وجود آورده که اصلا ادعاها چی بوده، داستان کجا بوده. حتی من اصلا نمیدونستم ایشون به خانه آقای سربندی رفتن، به خانه عمه ایشون رفتن، تو اداره‌ای بوده. امروز برای من توضیحاتی دادن. ولی باز فقط یه نکته آخر رو میگم، البته این اطلاعات بسیار بسیار مهمه و این نکته‌ای که اشاره کردند و دوستان اینو در مصاحبه آوردن که فوق‌العاده کار درست و به جایی بوده، اون سر جای خودش. ولی حتی اگر به قتل عمد باشه، من موضوع اعدامه، موضوع ریحانه بسیار 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 مهمه، اصلا توش بحث و گفتگو و تردیدی نیست. ولی ما وقتی که داریم همین جوری انسان‌ها رو می‌کشیم و به خاطر اون هممون آسیب می‌بینیم، اونجاست که پرسش اصلی و اساسی مطرحه، مخصوصا وقتی که این گفتگوها همونطور که اشاره فرمودن قبل از اینکه به اونجا برسه ای بسا کمک می‌کرد برای جلوگیری از این اقدام. ولی حالا که این اقدام صورت گرفته و اون دختر رفته، حالا موضوع دیگری است. چند تن از بینندگان درخواست کردند که تصویری که از آقای سربندی داریم، سربندی متوفا، مرتضی سربندی و پسرش، بعد این آقای مرتضی سربندی هستند که بعد و تصویر پسرشون رو، جلال سربندی رو، اگر میشه یک بار دیگه اتاق فرمان محبت کنید و نشون بدید. بفرمایید، خواهش میکنم. هلو. بفرمایید. من خیلی متاسفم برای اتفاقی که برای ریحانه افتاده، ولی من فکر میکنم که به مراتب بله به مراتب خیلی دردناکتر از اون
این هست که این دخترای خوشگل و زیبای ما اسید پاشی کردن، روح اینا رو کشتن. اگر ریحان امروز اعدام شده تموم شده رفته، ولی دخترای و اینا به خاطر این کاری کردن که این اسید پاشی رو کم رنگ کنن. من برای مادر ریحان به عنوان یک مادر در دردش شریک هستم و واقعا متاسفم، ولی به نظر من برای من خیلی خیلی بیشتر دردناک‌تره که ببینم دختر زیبای من به اون شکل شده و روحش رو کشتن و دیگه در اجتماع نمیتونه به هیچی اتفاق باشه. و من در امروز در آنلاین داشتم این زندانای اسرائیل رو نگاه میکردم، میدیدم که در زندانای اسرائیل تمام سایکاتری، سایکالوجیست، مدیتیشن، یوگا، زندانبان با زندانی ترابط دوستانه با همدیگه در یک سالن غذا خودم خوراکاشون یکی بود. و من فکر میکنم آقای اولاکویی راست میگن، احتیاج دارن که اینا از نظر روحی معالجه بشن. همه اینا مریضن، کسی سالم باشه هیچ کس رو نه اعدام میکنه و نه کسی رو بی خودی بدون هیچ دادگاهی بدون هیچ چیزی اینا به این صورت روح جان یک نفر رو میگیرن. من با ایشون خیلی خیلی موافقم، ولی برای من بیشتر دردناک‌تر بود بچه هایی که دیدم صورتاشون به این شکل افتاده. و میخوام ببینم آقای اولاکویی راجع به این موضوع چی فکر میکنم. ببینید سرکار خانم، اصلا مهم نیست که من زشت یا من زیبا اسید روی صورتم میپاشن. موضوع این است که ماجرای ریختن اسید و شکلی که من فقط یه دونه شدیدم، ولی امروز دوست دیگری برای من توصیف یکی دیگر رو کرد که چگونه این اسید تا کجای دهن او رو در حقیقت خورده و سوراخ کرده. همطور که شما اشاره فرمودید، ما اولا دو تا مشکل داریم. ما خیلی همون از مرگ نمی ترسیم، ولی از چگونگی مردن به دلیل دردش و ناشناخته بودنش می ترسیم. میشه نشون داد که این حرف خیلی درسته. یعنی بسیاری از مردم اگر تو خواب بمیرند و برن و یا اینجوری باشه، برخی از اوقات واقعا بهشون میشه گفت عاقبت به خیر شد. ولی اگر توی مسیری قرار بگیریم که مسئله مرگ و زندگی ما نه به خاطر بیماری که پروسه خاص خودشو داره، مانند آن بلایی که سر ریحان اومد معلومه هزار برابر سخت‌تر و سنگین‌تره، به اضافه بقیه خانواده که گناهی در این زمینه نداشتن. اما اون چیزی که اشاره فرمودید در مورد اسید یک شکنجه همیشگیه. مسئله اصلا نیست که مردم به شما چه جوری نگاه می‌کنن. یعنی شما روزی که صورتتون اونگونه که این اسید پاشان بیمار و خودخواه و نادان، چون ترکیب ایناست، به صورت اونا ریختن، شما هر جا برید، تو هر پیچ خیابون، تو هر فروشگاهی، تو هر مهمونی، همه بدون استثنا به اون توجه میکنن و تازه واکنش اونا دردآوره. چه نگاهتون نکنن، چه نگاهتون بکنن، چه بعدن حرفی در جهت تسلای خاطر شما بگن و چه نگن، یعنی شما رو دوباره تو شکنجهگاه میبرن دوباره. یعنی این ماجرا یه شکنجه مداومه و به همین جهت است که انسان، این نوع عزیزان قرار یک کس دیگه ای بشند و یک گونه دیگه زندگی کنند. اصلا نمیشه به صورت عادی زندگی کنند و حق با شماست. اون ماجرا موضوع عجیب و غریبی است و بنابراین وقتی که خشونت و خودخواهی و نادانی و بیماری به خودش لباس تقوا میپوشه، بعدن به یک باره بوی ایمان و اعتقاد و خدا درش پیدا میشه، اون وقت است که بیشترین کشتارهای تاریخ اتفاق افتاده و بزرگترین ظلمها و تجاوز در دنیای ما به وجود آمده. به هر حال متاسفانه حق با شماست. اینکه حالا آیا اینا به هم ارتباط دارن یا ندارن رو من نمیدونم. علاوه تازه من و شما شاید ارتباطی ببینیم، ولی ای بسا اون کسانی که قرار بوده در این باره تصمیم بگیرن به این موضوع توجهی نکردن و شاید به هر حال موضوعهای دیگه ای مطرح بوده. نه، ماجرای اسید پاشی موضوع جدی است. امروز بانوی ارجمندی از اصفهان تو برنامه رادیو همراه تلفن کردن، با هم کمی صحبت کردیم، از اصفهان بودن و بعد از وحشت خودشون و دیگران صحبت کردن. به من ایشون فرمودن که اصلا ترافیک در اصفهان در شهر در خیابان‌های
نسبتاً شلوغ به دلیل اینکه کمتر خانم‌ها این ور اون ور میرن کاملاً محسوس کاهش پیدا کرد. این کاملاً پیداست شهر وارد یه مرحله دیگه شده و ما میدونید از نظر علمی یک قانونی داریم به اسم قانون اشباه جنایی. قانون اشباه جنایی میگه جرم و جنایت از یه حدی که بگذره مکانیزم هایی به کار میفته که مانع افزایش بیشترش میشه. امید من این است که حداقل در این زمینه همین واجرا متوقف بشه، مخصوصا اینکه وقتی مسئولین امور هم قبول کردن که این کار نه با اصول اعتقادی و ایمانی و مذهبی سازگار داره، نه با قانون و مقررات و نه با توصیه‌ای که در این باره شده. خوشبختانه اگر چنینه که امیدوارم چنین باشه، امید من این است که این وضعیت در حدی که از جانب اونا ممکنه متوقف بشه. جناب دکتر هرلاکویی بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. همیشه حضور شما حضور پربرکتی است. بسیار سپاسگزارم شخصا به خاطر اینکه بعد از یک روز بسیار پرکار این مسافت تعیین میکنید، دوشنبه های ما رو در واقع شما میسازید با حضورتون و متشکرم از این همه محبتی که دارید و دوستان ما میبینید همیشه از شما استقبال میکنن. امیدوارم که هفته آینده با هم بحثی رو داشته باشیم متفاوت از بحث امروز. با کامل سپاسگزارم، باعث افتخار و سرافرازی من خدمتتون باشم و فرصتی باشه که با هموطنان و همزبانان خوب و عزیز گفتگوی داشته باشیم. ممنونم، متشکرم. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باشه.